افشین ناغونی هستم. امروز اومدیم اینجا گالری گو فیگوراتیو که یواش یواش بر نمایشگاه داریم اومده میشیم و کارا رو آویزون کردیم و به دیوار رو دیگه گالری رو مرتب کردیم اونه که دیگه برای پنجشنبه که پرایوت ویو هست آماده بشیم. Sally Perry and I together run Go Figurative. We are an art gallery and also an agent for artists. So we work with figurative artists whose work demonstrates skill, evidence of skill and substance. Sally was introduced to Ash and she went along to his studio and saw his work and saw his methods and was instantly very impressed and decided she'd like for us to work with him. And that his work clearly demonstrated what it is that we require in order to want to work with an artist. And she very much thinks that he has a message. And again, we only work with artists who we feel have something important to say, and that you can see this in their artworks. And so that's why Sally knew that she would like for Go Figurative to represent and work with Ash. من یه حادثه در ایران داشتم که باعث ضایع نخواهی شد و بعد از اون حادثه تا حالا توی صندلی چرخدار هستم. کنکور هنر که توی ایران سه بار قبول شدم، رتبه خیلی خوب 75-25 همه دو رقم، سه بارش دو رقمی، ولی دفعه اول مصاحبه دینی مذهبی رد شدن، دفعه دوم صبح خوابم بر نرسیدم به مصاحبه، بار سوم که کنکور قبول شدم بعد از حادثه بودم، من توی بیمارستان بودم که دوستان روزنامه رو آوردن و مصاحبه، ولی خب به خاطر اینکه در شرایط خیلی بدی بودم هم از لحاظ فیزیکی هم از لحاظ روحی متاسفانه نتونستم برم. دیگه گذشت و تا اومدم اینجا انگلیس ادامه تحصیلم تا اینجا دادم هم در رشته هنر. چند سال اولی که لندن بودم شروع کردم نمایش دادن کنم، از سال 2001 شروع کردم اونجا نمایش دادن. من هر سال کار گذاشتم و خیلی سخت بود، استقبالی از کارم نمیشد به اون صورت. سبک کارم یه سبک خیلی تزیینی بود، مخاطب چندانی نداشت کارم، نه از لحاظ نقد هنری نه از لحاظ فروش. 5 سال اولی که اینجا نمایش میدادم فکر کنم فقط یک کار فروختم. از لحاظ مالی خب خیلی فشار بود، سخت بود، خیلی مشکل بود. یواش یواش در این حال که این کار رو انجام میدادم روی پروژه جدید داشتم کار میکنم، یواش یواش استیل کارم تغییر کرد، شروع کردم تمرکز کردم روی مفهوم، روی ارتباطی که کار برقرار میکنه با بیننده. و بعد از اون یه دفعه انگار که مثلا اینکه یه نفر سویچ چراغ روشن بکنه، هر سال استقبال خوب از کارم شد. طی سالها کامنت های متفاوت گرفتم از کنم و اکثرا کامنت های مثبت بوده. یعنی هیچ وقت یادم نمیره یکی از منتقد هنری است، در 12 سال پیش موقعی که کارای من دید گفتش که ببین من میدونم هنرمندا همه کاراشون نقاشی هاشون مثل بچه هاشون میمونن و هیچ کس دوست نداره کسی بهشون بگه بچه ها زشتن، ولی بچه های تو واقعا زشتن. این کامنتی بود که استر به من دارم. And then the second thing I said to him was, the purpose of an artist is not just to paint pretty pictures or be an amateur artist, but the purpose of an artist is to have a message that they want to voice to the world through their canvas or through their sculpture. And I said to him, Ash, I'm sorry, you really need to go back to art school because your paintings are just like wallpaper and they disappear into the wall. I advised him to learn about colour theory. I advised him to take up drawing. And I'm glad he did. من دو تا وسیله مختلف تو کارم دارم استفاده میکنم. یکی تصویر عکسه
دومی رنگه. من اینا رو به عنوان متافور استفاده میکنم و جاهاشون گاهی وقتا هم تغییر میکنم. متافور واقعیت و توهم. متافور مدرن و سنتی. چیزی که الان برام خیلی جالبه اینکه واقعیت هایی که باش برخورد میکنیم چطور تغییر میکنه. تمام چیزی که ما به عنوان واقعیت قبول میکنیم منشأش این رسانه ها هستن. ولی همون اخباری که ما از رسانه ها میگیریم تا چه حد واقعی هستن؟ اصلا واقعیت چی هست؟ هر اطلاعی که شما از جمع میگیرید همیشه یک موضوع داستانی از دیدگاه یه نفر دیگه. اون خودش داستانو تغییر میده کلا. هر چیزی که تو سینی گذاشتن جلوت به عنوان حقیقت قبول بکنی بدون تحقیق بدون از نزدیک نگاه کردن هیچ وقت نمیتونی به اون واقعیت اون داستان نزدیک بشی. شما وقت به نقاشی من نگاه میکنی از دور به کار نگاه میکنی اولین چیزی که به چشمت میاد ممکنه یه فیگور برهنه باشه ولی وقتی که از نزدیک نگاه میکنی اون تصویرهای کوچکتر رو میبینی وقتی که دقت میکنی وقتی که تحقیق میکنی توی کار بعد میبینی که اونقدرم که از دور زیبا به نظر میاد کار به اون زیبایی نیست. تغییر سبک کارم فکر میکنم یه دلیل خاصی داشت که مثلا این اتفاق افتاد من کارم یه دفعه تغییر کرد و اینجوری شد. می‌گم یه سیر تکاملی رو طی کرد. می‌دونی چون من خودم تغییر کردم. خب آدم یه چیزایی رو یاد می‌گیره، تجربه‌هایی پیدا می‌کنه. طرز فکر آدم، دیدش نسبت به دنیا متفاوت میشه مقدار و همینا باعث میشه که مقدار خب آدم روی کارم تأثیر می‌ذاره دیگه. We do work with artists who are international and based all around the world, but yes, this is the first time that we've worked closely with somebody who's Iranian. And we see Ash's work as being very inspirational, cutting edge. He's pushing the boundaries with his techniques and his portrayals of women in this current body of work. And so I think it fits with our approach to our artists. And also his work really has something to say, so that's why we're excited to be working with him. I think his message is what he said he's trying to do. These figures speak. And I think that his point is that he's trying to relate the woman to 2013 and see what possibilities there are for her and also what there is to hold her back and the difference between the two different cultures. I mean, by its very nature, a canvas is a flat, two-dimensional object. But Ash breathes through his paint a spirit into the canvas and weaves a story into the canvas linen itself that it becomes no longer a 2D object and it becomes a three-dimensional reality. And you just want to dive into every 2 square inch of the surface because there's something different going on in every inch of the canvas. And he manipulates it and he makes it alive so that the paint itself speaks. And it does. تمرکز کارم بیشتر روی تضادهایی که توی جامعه هست. چیزایی که به عنوان واقعیت به خوردمون داده میشه و چیزایی که واقعا وجود داره. دیدی که جامعه غربی نسبت به جامعه مسلمان داره و برعکس. تضادی که بین تصویر زن غربی و زن مسلمان هست در رابطه با حجاب و برهنگی و فرهنگ مصرفی در غرب. ایده که جامعه غربی به حجاب به دید نسبتا منفی نگاه میکنن. جایگاه زن رو در جامعه مسلمان زیر سوال میبرن. و به همون طریق جوامع مسلمان جایگاه زن رو در جوامع غربی زیر سوال می‌برن. حالا کی درسته، کی درست میگه، کی غلط میگه، کی اشتباه میکنه. این اصلا بر من مهم نیست. مهم اینه که این تضادها وجود داره. ما در یک جامعه مردسالاری داریم زندگی میکنیم. چه میخواد اروپا باشه، چه میخواد کشور شرقی باشه، چه میخواد کشور مسلمان باشه. و از وجود زن، جایگاه زن در تمام جوامع به اشکال مختلف داره سوء استفاده میشه. این مسئله من الان تو کارم دارم تمرکز میکنم.